یکی از ایالت‌هایی که انتخابات مقدماتی در آن در حال برگزاری است، ایالت ویرجینیا است. ویرجینیا یکی از 11 ایالتی است که نتیجه رأی‌گیری در آن تصویر روشن‌تری از رقابت نهایی بر سر مقام ریاست جمهوری را معلوم می‌کند. همکارم نگار محمدی از یکی از محل‌های رأی‌گیری در ایالت ویرجینیا با ماست. نگار، در حال حاضر وضعیت در اون محل رأی‌گیری که تو هستی و حال و هوای اونجا رو برام بگو. خب باید بگم از ساعت 6 صبح که این حوزه رأی‌گیری باز شده تا الان که یه چیزی حدود 3 ساعت و نیم میگذره، بین 100 تا 120 نفر اومدن اینجا رأی دادن. اینجوری نیستش که خیلی فعلا صف طولانی باشه. پیش بینی میشه که در واقع هرچی به بعد از ظهر نزدیک میشه می تعداد بیشتر بشه، تا ساعت 7 شب ادامه داره. با یکی از کارکنان اینجا صحبت میکردم و میگفتش که معمولا بیشترین رأی دهنده ها بین ساعت 5 تا 7 بعد از اینکه محل کارشون رو ترک میکنن میان اینجا رای میدن. مدرسه رو امروز تعطیل کردن. برخی از دانش آموزان اینجا که دبیرستان هم هست داوطلبانه دارن پشت سر من کار میکنن. به هر حال هنوز خیلی مونده تا رای دهنده ها بیان اینجا و رای خودشون رو به صندوق ها بیاندازن. یک نکته رو فقط در مورد اینکه چرا اساسا سه شنبه داره این رای گیری برگزار میشه، خب برمیگرده به سال 1988 زمانی که در واقع به این شکل فرم گرفت رای گیری که در واقع کشاورزها بتونن روز دوشنبه محل اقامتشون رو ترک کنن و به شهرها بیان و رای بدن، و در این صورت هم میتونستن که همچنان روز یک شنبه که به کلیسا میرن رو حفظ بکنن. به هر حال رأی‌گیری امروز یک صف‌کشی دقیق تری از رقبای نهایی مقام ریاست جمهوری آمریکا رو مشخص میکنه. و نگار، وضعیت داوطلبان مقام ریاست جمهوری از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مشخصا فعلا ایالت ویرجینیا چگونه است؟ خب باید بگم که بر اساس نظرسنجی‌های متعدد هیلاری کلینتون از حزب دموکرات همچنان پیشتاز، از رقیب خودش، تنها رقیب خودش برنی ساندرز جلوتر هست در ایالت ویرجینیا. در مورد دونالد ترامپ هم همینه، او هم از سایر رقباش پیشی گرفته. در ماه فوریه هم در ایالت ویرجینیا وضعیت همینطور بوده. باید بگم که ولی بعد از دونالد ترامپ سناتور مارکو روبیو سناتور لاتین تباره که پیشی گرفته، و بعد از اون به ترتیب تد کروز، جان کیسیک و بن کارسون خواهد بود. که باید بگم که در مورد بن کارسون و جان کیسیک خیلی به نظر نمیاد که پیروز این رقابت ها باشن. بگم که مجددا در همین ایالت ویرجینیا بیشتر رای دهنده ها گفتن که مشخصا آمارش از 41% که در این انتخابات، در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات شرکت خواهند کرد، و این 41% در مقابل 29%ی که قراره در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه مشارکت کنند. و یک نکته دیگر مجددا در مورد ایالت ویرجینیا بگم، و اون هم اینه که در سال 2008 وقتی که باراک اوباما با جان مکین داشت رقابت میکرد، وضعیت بر همین قرار بود. رای دهنده ها بیشتر قرار بود که به حزب دموکرات رای بدن، که این کار رو هم کردن، و تعداد کمتری در مقایسه با دموکرات ها به جمهوری خواه ها رای دادن. به هر حال بعد وایسیم تا ساعت 7 بعد از ظهر، هنوز خیلی زمان زیادی هست، ولی مشخصا نتایج رای گیری امروز سه‌شنبه بزرگ در واقع یک تصویر روشن‌تری از کسانی که قرار بر سر ریاست کاخ سفید با هم رقابت بکنن رو به دست خواهد داد.